سلام دوستای عزیزم، بریم که با هم سوسیس درست کنیم. یه سوسیس فوق‌العاده خوشمزه و خوش عطر و خوش بافت، کاملا اقتصادی و مقرون به صرفه است و بدون هیچ تجهیزات خاصی درست میشه. پس بریم که با هم درستش کنیم. برای درست کردنش گوشت چرخ کرده ی مرغ رو که میتونه از قسمت رون یا سینه و یا ترکیبی از هر دو باشه از 2-3 ساعت قبل داخل فریزر میذاریم تا به حالت نیمه منجمد در بیاد و بعد به همراه سیر و پیاز که اونا هم به حالت نیمه منجمد در اومدن برای حدوداً 30 ثانیه با دور تند همزن میزنیم و بعد نمک، فسفات کاتری و نیمی از پوره یخ رو به ترکیبمون اضافه میکنیم و دوباره حدود 30-40 ثانیه با دور تند همزن میزنیم تا کاملا ترکیبمون سفید و یک دست بشه. بعد همه مواد پودری رو به جز نشاسته گندم به ترکیبمون اضافه می کنیم، یعنی پودر گلوتن که پروتئین دانه گندم، آرد سفید و استابلایزر سوسیس و کالباس و همچنین ترکیب ادویه‌مون رو به همراه مابقی پوره یخ. و اگر دوست داشته باشین ترکیبتون حالت صورتی و خوش رنگ تر بگیره، میتونید کمی عصاره پاپریکا هم بهش اضافه کنید و دوباره میکس کنید تا مواد کاملا با هم ترکیب و یک دست بشن. و حتما وسط تایم میکس کردن یک دور دستگاه رو خاموش کنید، مواد رو زیر و رو و دورگیری کنید تا ترکیبمون کاملا یک دست بشه. برای اینکه کیفیت محصول نهاییتون عالی بشه، باید از گرم شدن مواد در حین هم زدن جلوگیری کنیم و در حد اقل زمان ممکن ترکیب رو آماده کنیم. پس همه مواد رو اندازه‌گیری کنید، کنار دستتون بذارید و تا جای ممکن به حالت نیمه منجمد به ترکیب اضافه کنید. روغن مخصوص پخت و پز رو هم از 2-3 ساعت قبل داخل فریزر میذاریم و به آرومی در حین میکس شدن بقیه مواد به ترکیب اضافه میکنیم. بعد از اینکه ترکیب کاملا یک دست شد، نشاسته گندم و اگر دوست داشتین کمی اسانس دود به ترکیب اضافه میکنیم. برای اینکه با روشن کردن دستگاه مواد به اطراف پاشیده نشه، کمی زیر و رو و دورگیری میکنیم و بعد برای 30 ثانیه آخر دستگاه رو روشن میکنیم. بعد از اضافه کردن نشاسته گندم دیگه نباید ترکیب رو بیشتر از 30 ثانیه مخلوط کنیم، چون نشاسته گندم باعث گرم شدن ترکیب در حین مخلوط شدن میشه و کیفیت اون رو پایین میاره. اگر دمای محصولتون بیشتر از 4-5 درجه سانتیگراد نشه، کیفیت سوسیس نهاییتون عالی میشه. بعد هم همه مواد رو داخل قیف پلاستیکی ضخیم میریزیم و در حین ریختن باید دقت کنید که با ضربه زدن حباب‌های میان هر لایه مواد از بین برن. بعد از اینکه همه مواد رو به قیف انتقال دادین، سعی کنید با ضربه زدن، کوبیدن و غلتوندن قیف تا جای ممکن هوا و حباب‌هایی که بین موادمون داخل قیف وارد شده خارج کنید، چون در غیر این صورت همین حباب‌ها وارد کاور سوسیس میشن و شکل سوسیسمون بعد از پخت حالت سوراخ سوراخ و زشت میشه. وقتی قیف رو روی میز میقلتونید یا ضربه میزنید، حباب ها از سر و ته محصول خارج میشن و یا اینکه حداقل شکسته و ریز میشن و به صورت سوراخ های درشت بعد از پخت توی محصولمون دیده نمیشن. بعد کاور سوسیس رو که از 30 ثانیه قبل داخل آب گرم خیسونده بودم تا حالت ارتجاعی و نرمی بیشتری پیدا بکنه، از یک طرفش حدوداً 3-4 سانتی‌متر به بیرون تا میکنم و از همون قسمت روی سر قیف قرار میدم و با دست نگهش میدارم. اگر خواستین کاور رو با دستگاه بر کنید که خیلی راحت همه کاور رو روی قسمت نازل دستگاه میکشین و به راحتی پر میکنید، ولی اگر
مثل من با قیف میخواستین پرش کنین، بهتره که اون رو به قطعات کوچیک تقسیم کنین تا کار براتون راحت تر بشه و بعد دو سمت کاور رو بپیچونید، محکم کنید و با نخ محکم ببندید و چند تا گره بزنید. وقتی به صورت دستی کاورها رو پر میکنین و از دستگاه استفاده نمیکنین، از اول قسمت انتهایی کاور رو گره نزنین، چون باعث میشه که هوا تو اون قسمت بمونه و حباب ایجاد بشه. بعد از اینکه پر کردین انتها رو ببندین، بعد کاور رو توی دستتون نگه دارین و سرش رو با دست دیگه حسابی بپیچونید و محکم کنید و با یه نخ ضخیم حسابی گره بزنید تا در حین پخت باز نشه. سعی کنید همه مواد رو تا جای ممکن سریع داخل کاورها پر کنید و قد کاورها رو نهایتاً اندازه یک سوسیس یا دو سوسیس ببرین و پرش کنید. چون وقتی از قیف برای پر کردن کاورهامون استفاده میکنیم، مواد با فشار مثل دستگاه داخل کاور پر نمیشه و اگر طول زیادی از مواد داخل قیف پر کنید، بعداً برای فشرده سازیش دوچاره مشکل میشید و اگر خوب فشرده نکنید، بعد از پخت کاور حالت چروک پیدا میکنه. از اینکه همه مواد رو داخل کاور پر کردیم، سوسیس های آماده رو با یه نخ یا چسب به هم دیگه میبندیم و حالا دیگه آماده است تا بره برای پخت. یک قابلمه آب رو که گنجایش سوسیس هامون رو داشته باشه، از نیم ساعت قبل روی حرارت متوسط رو به کم قرار میدیم تا به حالت ریز جوش در بیاد، یعنی دمای حدود 80 تا 85 درجه سانتیگراد. بعد سوسیس ها رو بهش منتقل میکنیم. بعد از اضافه کردن سوسیس ها، دما به حدود 80 درجه سانتیگراد میرسه. برای اینکه بتونم دمای آب رو چک کنم و خیلی بالا و پایین نشه، در قابلمه رو نمیذارم، ولی یه دونه بشقاب روی سوسیس ها برمیگردونم که همه قسمت های اون زیر آب بمونه و به حالت یک نواخت پخته بشه. بسته به دمای آب و قطر سوسیس ها ممکنه بین نیم ساعت تا یک ساعت و ربع طول بکشه تا سوسیس هامون کاملا پخته بشه، ولی عامل مهم در پختن سوسیس ها دمای 75 درجه سانتیگراد مرکز سوسیسه. بعد از اینکه مطمئن شدیم که مرکز سوسیس هامون کاملا پخته، یه شوک آب سرد میدیم، بعد چند ساعتی داخل یخچال استراحت میکنه و بعد از اون سوسیس ها آماده است. یه محصول فوق‌العاده خوشمزه، سالم و بصرفه. اگر تونسته باشین دمای محصول رو در حین تولید زیر 4-5 درجه سانتیگراد نگه دارین و همه مواد رو به اندازه و به خوبی با هم مخلوط کرده باشین، به این کیفیت فوق‌العاده با بافت عالی میرسین و هیچ گونه آب و روغنی توی کاورتون وجود نداره. امیدوارم درستش کنید، باهاش به درآمد برسید و یا در کنار عزیزانتون از طعم فوق‌العاده‌اش لذت ببرید.